به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک روز دیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید. حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل تا اکنون 13 تن کشته و 20 تن زخمی شدند. 8 صبح کابل. منابع امنیتی نوعیت انفجار در داخل کوچه مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل را حمله انتحاری عنوان می کنند. این حمله ساعت 4:30 روز شنبه 13 عقرب در سایه پل خشت از مربوطات ناحیه 13 شهر کابل صورت گرفته است. وزارت امور داخله می گوید که تاکنون 10 کشته و 20 زخمی از محل رویداد به شفاخانه منتقل شدند. اجمل سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که 13 کشته و 20 زخمی از محل انفجار توسط کابل امبولانس به شفاخانه انتقال داده شدند. داره قاریان سخنگوی وزارت داخله گفته است که حمله کننده این طوری پیش از ورود به مرکز آموزشی کوثر توسط محافظان این مرکز شناسایی شدند. مرکز آموزشی کوثر دانش در سال 1396 خورشیدی نیز در محل پایینتر از موقعیت کنونی خود مورد سوء قصد قرار گرفته بود. همچنان صدف امیری در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: نعلت بر انتحار و انفجار، تا اکنون 17 نفر شهید و 35 نفر دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی: این حمله ضد بشری و خلاف موضع و ارزش‌های اسلامی و انسانی توردستان بدصفت را با شدیدترین کلمات محکوم می‌کنیم. توردستان بزدل و خدا ناباور با حمله به کودکان و دانش آموزان بیگناه و مظلوم نشان دادند که به هیچ اصول پابند نیستند. در حمله عصر امروز در مقابل دروازه مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برشی کابل 10 غیر نظامی شامل کودکان و دانش آموزان به شهادت رسیده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. حامد کرزی: روند صلح را معامله امریکا و پاکستان خوان. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین روند صلح را معامله بین امریکا و پاکستان خوانده و گفته است که چنین معاملات دقیقا هنگام خروجی شوروی بین ایالات متحده و پاکستان بود که افغانها را به بدبختی امروزی دچار کرد. کرزی به تازگی در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که افغانها از روند صلح حمایت می کند، اما به گفته او صلح برای افغانها متمایز از توافق میان امریکا و پاکستان است. او تصریح کرده است روند صلحی که ایالات متحده به میان آورده است ما می بینیم که در هماهنگی عالی با پاکستان قرار دارد. ما نقش پاکستان را در روند صلح درک می کنیم، اما صلح برای ما چیز دیگر است و توافق بین ایالات متحده و پاکستان در مورد ما یک موضوع متفاوت است. او گفته که چنین معاملات هنگام خروج اتحادیه جماهیر شوروی بین ایالات متحده و پاکستان بود که افغانها را به بدبختی امروزی دچار کرد. کرزی با اشاره به مذاکرات قطر تاکید کرده که هیچ معامله یا برنامه در پشت صحنه باید وجود نداشته باشد. او گفته که اگر قصد امریکا و پاکستان آوردن صلح در افغانستان باشد، بدون شک صلح خواهد آمد و ما از آن استقبال میکنیم. کرزی افزوده است از یک معامله خوب استقبال میشود. ما برادران و خواهرانمان را در پاکستان دوست داریم، اما امیدواریم که ادارات در پاکستان درک کرده باشند که رابطه آینده یک رابطه متدین خواهد بود، نه استفاده از افرادگرایی علیه کشور ما. کرزی گفته است که طالبان صلح می خواهند و خواستار پایان رنج مردم افغانستان هستند. او علاوه کرده که آنها یعنی طالبان صلح می خواهند درست مثل ما که صلح می خواهیم. آنها همان طور که ما رنج کشیدیم رنج کشیدند و می خواهند رنج مردم افغانستان پایان یابد. این در حال است که مذاکرات صلح میان ایالات دولت و طالبان در قطر نزدیک به 50 روز در قطر جریان دارد، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشته است. از جانب دیگر طالبان در این مدت خشونت و حملاتشان را شدت دادند. رئیس جمهور پیشین افغانستان یا رهبر کنونی طالبان حمید شهاب، تحلیل از خبرگزاری افاق: 13 سال بر افغانستان حکومت کرد، حکومتی که در پی ساقط شدن رژیم طالبان روی کار آمد و طالبان از محدود گروه هایی بود که به منظور براندازی مستقیم نظام می جنگید و این جنگ هنوز هم همان نیت و همان شدت و چه بشا پیشتر ادامه دارد.
اما رئیس جمهور برای نخستین بار آنها را برادر خوان و تمام توانش را گذاشت آن گروه را به صلح بکشاند. تلاش کمواره از سوی طالبان و پاکستان با تحقیر پاسخ منفی دریافت کرد و تنها پیامد آن ادامه جنگی جنون آمیز و فاجعه بار بود که ده ها هزار نفر از مردم و نیروهای امنیتی کشور را به کام مرگ کشان، شهرها و شاره ها را ویران کرد و بنیانهای نظام پسای طالبان را به شدت ضعیف ساخت. با این همه هیچ تغییر در ادبیات سیاست و رویکرد حامله کرزی نسبت به طالبان پدید نیامد. او اکنون از طالبان به عنوان تحریک اسلامی طالبان یاد می کند. نسبت به ترورها، کشتارها، جنگها، جنایتها و ویرانگیری های آن گروه آگاهانه سکوت اختیار می کند. اما در صورت که حمله به دولت نسبت داده شود و در آن ادعا گردد که غیر نظامیان کشته شدند، نخستین کسی که اعلامیه محکومیت صادر می کند حامله کرزی است. در جدیدترین مورد او، حمله هوایی اخیر در تخار را که گفته می شود، در آن به غیر نظامیان تلفات وارد شده، ظالمانه و ضد جنایت بشری خونده است. به گفته منابع محلی، نیروهای هوایی ارتش عصر روز چهارشنبه یک مسجد را اشتباهی بمباران کرده و در نتیجه 12 نفر به شمول کودکان کشته شدند. حکومت اما تلفات غیر نظامیان در این حمله را شایع خونده است. برغم تکذیب این ادعا از سوی دولت، حامله کرزی این رویداد را به شدیدترین الفاظ تقبیه کرد. او پیش از این هم برخی حملات هوایی ارتش که در آن ادعای وارد شدن تلفات به غیر نظامیان مطرح شده بود را محکوم کرده بود. کرزی حتی بر اساس ادعای طالبان مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی نیروهای دولتی اعلامیه محکومیت صادر کرده است. به نقل از اعلامیه دفتر کرزی، او حمله هوایی بهارک تخار را عمل ظالمانه و جنایت ضد بشری خوانده و از حکومت افغانستان خواسته تا از عملیات های نظامی علیه مردم افغانستان جدا خودداری کرد. این در حال است که تنها یک روز پیش از حمله هوایی ارتش بر مدرسه یا مسجد در ولسوالی بهارک، دست کم 34 نیروی امنیتی در حملات آن گروه در خویاغار و بهارک مظلومانه جان باختند. اما یکی از کسانی که هرگز به این رویداد واکنش نشان نداد حامد کرزی بود. کشتار فاجعه بار نیروهای امنیتی در تخار تنها رویداد از دست نبوده و نیست. همه روزه در سراسر افغانستان ده ها غیر نظامی و نظامی قربانی حملات هدفمند، گروش های منظم و ترورهای سازمانی یافته، بمبگذاری های مرگبار و انفجار مایه های کنار جاده ای طالبان می شوند. اما کرزی همچنان ساکت است و تماشا می کند و چه بسا به نمایش خشم و خون برادرانش آفرین می گوید. پرسش این است که آیا او رئیس جمهور پیشین افغانستان است و یا رهبر فعلی طالبان؟ سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.